سلام، محمد حسین نجات هستم. با آموزش پیاده سازی سیستم پیام رسان انبوه در خدمتون هستم. این آموزش برای فرادرس آماده شده. در این آموزش قصد داریم که نحوه ارسال پیامک یا اسمس رو به صورت انبوه به صورت آفلاین در نظر بگیریم، به طوری که کاربر بتونه از طریق دریافت اطلاعات فراوونی که مثلا از اکسل دریافت میکنه و توی گوشیش به صورت خودکار اضافه میکنه، بتونه به هر تعدادی که خواست برای گیرنده های متفاوت، حالا به صورت گروه بندی شده یا نه به صورت انتخابی، پیام ها رو ارسال بکنه و علاوه بر این بتونه کاربر گزارشگیری رو انجام بده، مشخص بشه که فلان پیامک چه زمانی به دست گیرنده رسیده و تو چه وضعیتی هست. بنابراین ما برای پیاده سازی این سیستم نیاز داریم که یه قسمت دفترچه تلفن ایجاد کنیم، یه قسمت ارسال پیام ایجاد کنیم و یه قسمت هم برای گزارشگیری ایجاد بکنیم. حالا در ادامه به قسمت‌های مثل پشتیبانگیری و همینطور بازیابی اطلاعات و بکاپ استور هم می‌پردازیم. برای شروع کار من استارت نیو اندروید استودیو پروژکت رو می‌زنم و اینجا گزینه MT Activity رو انتخاب می‌کنم و نکست رو می‌زنم. قصد دارم که برنامه رو در زبان جاوا ایجاد بکنم، همونطوری که اینجا مشاهده میکنید، و یک نامی هم بهش میدم، مثلا اسمشو میذارم SMS Application. پس زبانش به صورت جاوا هست و پکیج نیمش رو هم مشاهده میکنید دیگه، SMS Application faradars.org. اینجا هم مینیموم SDK هست که پیش فرضش روی اندروید 5 هست که اسم دیگهش لالی پاپ هست و API 21 رو هم داره اندروید 5 و گفته که 94% دیوایس ها این رو پشتیبانی میکنم. میتونیم حالا این رو مقدارش رو تغییر بدیم که من میذارم رو مقدار پیش فرضش بمونه، یعنی حداقل دستگاهی که میتونه از این برنامه‌ای که ما قرار رو بنویسیم استفاده بکنه اندروید 5 هست. سب میکنم تا برنامه ساخته بشه یا اصطلاحاً بیلد بشه و بعد از اون اول شروع میکنم به طراحی برنامه و بعد از طراحی به کد نویسی برنامه میپردازیم. طراحی برنامه توی فایل های XML انجام میشه و در قسمت ریسورس وجود دارن و به صورت لایه‌ای ایجاد میشن یا لی‌آوت و در کنار اون برنامه نویسی هم در فایل های با پسوند جاوا انجام میشه. خب وقتی که برنامه با موفقیت ساخته شد، من شروع میکنم به طراحی برنامه. برای طراحی برنامه من اول وارد قسمت ریسورس میشم. پس اگه همونطوری که میبینید یه ریسورس داریم، یه جاوا داریم و یه منیفست، که من اول وارد ریسورس میشم برای طراحی. قسمت لی‌آوت و اکتیویتی مین XML رو انتخاب میکنم. خب همونطوری که اینجا مشاهده میکنید ما پنجرهای مختلفی داریم که اولین کاری که انجام میدم اینه که یه کارت ویو اضافه میکنم به برنامه. در نتیجه اینجا تو قسمت سرچش تایپ میکنم کارت ویو و گفته که باید برای اینکه از کارت ویو استفاده بکنید کارت ویو رو سیستمتون نصب بکنید، که من اوکی رو میزنم تا کارت ویو رو سیستمم نصب بشه و کامپوننتاش اضافه بشن به سیستم. زمانی که کامپوننت ها اضافه میشن به سیستم تو پراجکت در قسمت گریدل ما میتونیم ببینیم که این اپلیکیشن ما از چه کتابخونه های استفاده میکنه. من صبر میکنم تا این ساخته بشه و بعد ادامه میدیم. خب کارت ویو اضافه شد همونطوری که مشاهده میکنید و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. همونطوری که من خدمتتون توضیح دادم تو قسمت پراجکت اگه برم و این قسمت گریدل اسکریپت رو اگه بزنم، قسمت بیلد گریدل، تو قسمت دیپندنسیز لیست کتابخونه هایی هستش که این اپلیکیشن ازشون استفاده میکنه، که یکی از اونهایی که اضافه شده همونطوری که میبینید کارت ویو هست. خب ادامه میدیم کار رو. وقتی که کارت ویو رو اضافه کردم، حالا یه سری تنظیمات رو میرم تو کد انجام میدم. همونطوری که میبینید اینجا یه خطایی به من داده، گفته که کارت ویو نمیتونه داخل این باشه. در نتیجه من این کانسترنت لی اوت رو به اسم کارت ویو تغییر میدم و این رو هم پاک میکنم. خب ما
اینجا اومدیم یه کارتیو ایجاد کردیم و حالا میخوام کار رو ادامه بدم. برای اینکه راحت‌تر ببینیم، من اسپلیت رو میزنم تا خروجی رو به صورت پیش نمایش اینجا مشاهده بکنیم. برای ادامه کار یه سری تنظیمات رو من روی کارت ویو انجام میدم. به عنوان مثال اینجا لیاوت ویدثش روی مچ پرنت هست و لیاوت هایتش هم روی مچ پرنت هست. من به عنوان مثال اول گراویتیش رو روی سنتر میذارم، فقط قصد دارم این مارجین هم به اطرافش بدم. مثلا مارجین رو لیاوت مارجین مقدار مثلا 16 دی پی در نظر میگیرم. دی پی واحدی هستش که برای طراحی ما در نظر میگیریم. علاوه بر این من میخوام کناره های این کارت ویو رو هم به صورت منحنی در بیارم. در نتیجه مینویسم کارت کورنر ریدیوس رو انتخاب میکنم و حالا یه مقداری بهش میدم، به عنوان مثال 8 دی پی رو بهش میدم تا یه حدی برام به شکل دایره‌ای نشون بده که ظاهر بهتری داشته باشه. داخل این کارت ویو من قصد دارم که یک سری ابزارهای قرار بدم، همون آیکون ها رو قرار بدم، مثل آیکون مثلا ارسال پیام. در نتیجه من یه ریلیتیو لی اوت قرار میدم که مشخص کنم که آیکون ها کجا قرار بگیرن و این ریلیتیو لی اوت رو هم از نوع مچ پرنت در نظر میگیرم برای هر دوتا. این اشتباهاً شد رپ کانتنت، از نوع مچ پرنت. و علاوه بر این من داخل این ریلیتیو لی اوت، همونطوری که اینجا مشاهده میکنید، داخل این ریلیتیو لی اوت یه فریم لی اوت هم قرار میدم تا محل قرارگیری ابزارها بر اساس این فریم لی اوت باشه. من ویدثش رو میذارم به همون اندازه عرض پرنتش باشه، ولی هایتش رو یه عدد بهش میدم. مثلا هایتش رو بهش میدم 170 دی پی. یه آیدی هم بهش میدم که بعداً از این میخوام استفاده بکنم. مثلا آیدی این رو میذارم فریم که بعداً قرار ازش استفاده بشه. خب ادامه میدم کارو. مثلا یه ایمیج ویو میخوام اضافه بکنم یا ایمیج باتن اصلا بذاریم بهتره. یه ایمیج باتن من قرار میدم و ویدث و هایتش رو مشخص میکنم. مثلا میگم که 56 دی پی باشه و هایتش هم به همین صورت روی 56 دی پی باشه تا اندازش مشخص بشه همونطوری که میبینید. حالا جاش رو باید مشخص بکنم. قبل از اینکه جاش رو مشخص کنم یه آیدی بهش میدم. مثلا آیدی رو میذارم، میگم که اینجا تو مین اکتیویتیه و این ایمیج باتن هست و میخوام برای سند مسیج یه همچین چیز رو قرار بدم. خب ادامه میدم کارو. مثلا میخوام بگم که کجا باشه. مثلا میگم پایینش محلش با پایین فریم لی اوت یکی باشه. پس الاین باتن رو مشخص میکنم و میذارم فریم. به اندازه محل انتهایی فریم لی اوت قرار میگیره و حالا میخوام یه خورده از طرفین فاصله داشته باشه. در نتیجه مارجین لفتش رو مثلا میذارم 65 دی پی تا یکم فاصله بگیره، همونطوری که تو پریویو هم مشاهده میکنم. حالا میخوام بگم که به شکل دایره این آیکون رو نشون بده. برای اینکه به شکل دایره این نشون بده من باید یک تنظیمات رو ایجاد بکنم و این تنظیمات رو درایبل انجام میشه. پس توی ریسورس درایبل. خب من برای اینکه این کار رو انجام بدم روی درایبل راست کلیک میکنم، نیو و گزینه درایبل ریسورس فایل رو میزنم که یک فایل جدید ایجاد بشه. خب اسمش رو مثلا میزنم آیکون مثلا سرکل. اینجا باید ما حروف رو کوچیک رو استفاده بکنیم و بقیه رو کاری ندارم. اوکی میکنم و همونطوری که اینجا مشاهده میکنید اینجا به من به شکل سلکتور داره نشون میده که من این سلکتور رو به صورت شیپ تغییرش میدم و در ادامه میخوام یه سری تنظیمات هم روش اعمال بکنم. مثلا میخوام بگم که به شکل دایره ای باشه، پس شیپش رو به صورت اوال در میارم و حالا داخل این شیپ من یه سری تنظیمات رو هم انجام میدم. مثلا میخوام بگم که رنگش به رنگ آبی باشه، پس مثلا کالرش رو میذارم رو کالر پرایمری که همون رنگ آبی هست، همونطوری که مشاهده میکنید. و علاوه بر این شما میبینید که به شکل بیزی در اومده
که حالا میتونیم اندازه این رو هم تغییر بدیم و تنظیمش بکنیم. حالا میخوام در ادامه من یک حاشیه هم براش درست بکنم. بنابراین من یه استروک میذارم و یه رنگی براش در نظر میگیرم. مثلا میگم اندروید کالر وایت. میتونیم ابعادش رو هم مشخص بکنیم که چقدر باشه. پس من اگه اینجا ویدث بذارم، مثلا میگم که اندازه این حاشیهش باشه مثلا 2 dB. به این شکل. حالا میتونیم این رنگ رو هم تغییرش بدیم، مثلا به جای وایت بذارم لایت بلو مثلا اگر داره، که اینجا میبینیم داره. خب اگه دقت بکنید این اطرافش به صورت، حالا من اینو مثلا روی 25 بذارم، میبینید که این دورش به این شکل در میاد. حالا 25 که زیاده، من رو 5 میذارم که یک حاشیه‌ای داشته باشه. خب این کارم انجام شد. حالا میخوام بگم که این اعمال بشه روی ایمیج باتن ما توی مین اکتیویتی. خب این رو تا اینجا پیش میریم. خب برای این کار من باید یک گزینه بک‌گراند اضافه بکنم و بک‌گراندش رو باید بذارم تو درایبل بودیم ما دیگه. میگردم دنبال اون فایلی که ساخته بودیم، درایبل آیکون سرک. در نتیجه آدرسی که بهش دادیم به این شکل در اومد. اگه مشاهده میکنید. خب بحث رو ادامه میدیم. برای ادامه کار ما یه پدینگ رو هم به اطراف این ایمیج باتنمون اضافه میکنیم. مثلا پدینگ رو من میذارم 8 dp. علتش اینه که میخوام عکسی که الان میخوام قرار بدم دقیقا داخلش قرار بگیره. خب و علاوه بر این که این پدینگ رو من قرار میدم، من بهش میگم که این عکسی که قراره توش قرار بدیم، مثلا میخوام یه عکسی شبیه میسیج، پیغام یا یک پاکت نامه چیزی داخلش قرار بگیره، میگم که فیت ایکس وای باشه، یعنی هم از نظر طول و عرض فیت بشه توش اون عکسی که قراره توش قرار بدم. و الان پرنت لفتش رو هم میذارم ترو باشه که نسبت به سمت چپ 65 دی پی فاصله داره. خب مرحله بعدی اینه که من بیام SRC براش مشخص بکنم، بگم که عکسی که میخوام مشخص کنم چی هست. یه راه راحت ترش اینه که من وارد قسمت دیزاین بشم و اینجا دنبال گزینه SRC بگردم. خب همطوری که میبینید من اینجا میتونم عکس‌های مختلف رو انتخاب بکنم. مثلا من تو قسمت سرچش دنبال میسیج میگردم ببینم چیزی پیدا میکنم. خب ببینیم که چیا داره. مثلا سند رو بزنم چی میاد، ایمیل رو بزنم. آها خب این چندتا مد نظرم بود که به شکل پاکت نامه باشه. این مثلا یک عکس مناسبی هست، من اوکی میکنم و برمیگردم تو قسمت اسپلیت که به من نشون. خب همونطوری که میبینید تو SRC برام آدرس رو قرار داده و همونطوری که اینجا هم مشاهده میکنید به این شکل برام داره آیکونی که ایجاد کردم رو نشون. خب ادامه میدم کارو. میخوام زیرش یه دونه تکست ویو قرار بدم که این تکست ویو ما کارش این باشه که زیرش مثلا بنویسه ارسال پیام. در نتیجه به صورت زیر کار رو ادامه میدم. خب یه تکست ویو اضافه میکنم. این تکست ویو من مثلا از نوع رپ کانتنت باشه که به اندازه متنی که توش هست نمایش داده بشه. و در ادامه حالا میخوام یه تکستی داشته باشه و اینکه محلش کجا باشه. من محلش رو بیلو میذارم، میگم پایین این IB send باشه. و علاوه بر این مثلا میتونم بگم که از سمت چپ یه مقداری هم فاصله داشته باشه. برای اینکه ما بتونیم ببینیم اینو، من یه تکست میذارم که جاش مشخص بشه، دیده بشه. این مثلا یک مقدار میذارم، همونطوری که میبینید اینجای الان میخوام یه خورده از سمت چپ فاصله بگیره و بیاد دقیقا زیر این. در نتیجه من اینجا مثلا به جای این که این باشه فارسی می‌نویسم ارسال پیام و میگم که این ارسال پیام یه مارجین بهش بدیم. مثلا میگم که الان پرنت لفتش مثلا ترو باشه و برای مارجین لفتش هم مثلا ما به اندازه 55 dp در نظر بگیریم.
همونطوری که میبینید به زیر این اومده اینجا. حالا مثلا میتونیم روی 60 بذاریم، چون نوشته یکم بزرگتر هست. خوب شد الان 65 گذاشت. حالا ادامه میدیم کار رو. یه پدینگ رو هم بهش میدم که یه فاصله بگیره با اطرافش، مثلا 8 دی پی براش به عنوان پدینگ در نظر میگیریم. چون این پدینگ رو گذاشتم، بهتره که این رو من خوره کم کنم، مثلا 55 بذاریم. خب الان خوب شد. خب ادامه میدم کار رو. یه رنگی هم بهش بدیم، میتونیم بگیم که رنگش مثلا تکست کالر میتونیم براش در نظر بگیریم، تکست سایز میتونیم براش در نظر بگیریم. مثلا رنگ رو میتونیم به این صورت در نظر بگیریم که مثلا من نیستم اندروید کالر وایت به این شکل، و میخوام بگم که یه بک‌گراند داشته باشه به شکل دایره‌ای به این شکل. خب چون که ما پدینگ رو هم بهش دادیم، به ظاهر خوب میاد. حالا یکم بزرگترش بکنم، مشاهده میکنید که به خوبی داره نشون میده. حالا تکست سایزش هم مشخص میکنم، مثلا این تکست سایز بهش میدم به اندازه 15 دی پی، تا فکر میکنم ظاهر خوبی هم پیدا کرد. خب ما تا اینجا آیکون ارسال پیام رو ایجاد کردیم. من میخوام کنار ارسال پیام اینجا یک آیکونی قرار بدم مشابه همین به نام دفترچه تلفن. حالا یک فاصله از این آیکون داشته باشه و یک فاصله هم از سمت راست صفحه نمایش داشته باشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که حالا برای ابعاد مختلف صفحه نمایش گوشی‌ها و تبلت‌ها باید ما در نظر بگیریم که ظاهر اپلیکیشنمون به چه صورت باشه که با تغییر ابعاد صفحه نمایش ظاهر اپلیکیشن به هم نخوره. من حالا ادامه میدم کارو، به قسمت اسپلیت میرم و چون کدهاش مثل همه، برای اینکه وقتمون هم زیاد گرفته نشه، من کپی میکنم این کد مربوط به ایمیج باتم و تکست ویو رو، کپی میکنم و این پایین پیستش میکنم. کنترل V. خب تغییرات رو اعمال میکنم. اولین خطایی که گرفته اینه که گفته که اسم ایمیج باتن مناسب نیست. در نتیجه من اسمش رو تغییر میدم به نام تلبوک. حالا یه اسمی بهش گذاشتیم تلبوک. و طول عرضش که 56 دی پی هست، پایینش الائن میشه با فریم. اینجا باید بگیم که الائن پرنت رایتش ترو بشه که بره سمت راست، و اینجا هم مارجین رایتش میگیم 65 بشه که یکم از سمت راست فاصله بگیره، همونطوری که اینجا مشاهده میکنید. و بک‌گراندش که همون قبلی باشه، پدینگش 8 دی پی، و اسکیل تایپش هم گذاشتیم فیت از نظر طول و عرض فیت بشه توی بک‌گراندش. و SRCA رو هم تغییر میدیم. برای تغییر SRCA گفته بودیم که به قسمت دیزاین میرم و این رو تغییرش میدم. حالا عکسی که مد نظرم هست اینجا، من عکس کلندر هست. حالا اینجا میبینم که این عکس برای دفترچه تلفن فکر کنم مناسبه، اوکی میکنم. برای اینجا هم به همین صورت CAL، و اینجا این عکس رو انتخاب میکنم. همونطوری که مشاهده میکنید این عکس اعمال شده. حالا نوشته زیرش رو هم باید به اینجا قرار بگیره. خب ما مارجیناش رو باید درست بکنیم. به قسمت اسپلیت میرم، تکست ویو رو ادامه میدم. خب گفته که پایین آی بی سند باشه، و حالا فرق نداره حالا این هست یا این، به حال پایین این قرار میگیره. محل چپ و راستش مهمه که ما اینجا باید الائن پرنت رایت قرار بدیم که بره سمت راست، و 55 تا از سمت راست فاصله داشته باشه. همونطوری که میبینید پدینگش حالا 8 دی پی باشه، و تکست کالرش رو وایت، و اینجا هم تکستش رو بذاریم دفترچه تلفن. بریم ببینیم تو دیزاین. همونطوری که مشاهده میکنید به این صورت در اومده که خوبه تقریبا. من حالا این پایین میخوام دو تا آیکون دیگه هم اضافه بکنم برای گزارشگیری و برای خروج از اپلیکیشن. خب کار رو میخوام ادامه بدم. میخوام یک آیکون جدید برای گزارشات ایجاد بکنم زیر دفترچه تلفن. برای این کار من ایمیج باتن و تکست ویوی که داشتم و مجدد کپی میکنم، چون خیلی از آیکونهاش و آیتماش شبیه به هم هست. کنترل وی. و اینجا حالا یه سری تغییراتی رو باید ایجاد کنم. نکته اولش اینه که باید ما آیدی مربوط به ایمیج باتن رو تغییر بدیم. مثلا میذارم ریپورت برای گزارش، این دوتا که باشن. بعد گفته که الائن باتنش
با فریم یکی باشه، میگم این گزینه رو نمیخوام چون میخوام بیاد پایین دفترچه تلفن، دیگه نیازی نیستش که با این پایینش با اون هم اندازه بشه. حالا باید مشخص بکنم بقیه قسمت ها رو. خب مارجین رایتش 65، مشکلی نداره، آیکون سرکل رو استفاده میکنه، HDP فیت X و Y رو استفاده میکنه. من SRCA رو هم باید اضافه کنم. قبلش بگم که میخوام بیاد پایین این تکس ویو، در نتیجه چون میخوام بگم پایین تکس ویو، باید برای تکس ویو مربوط به دفترچه تلفن یه اسمی در نظر بگیرم. خب این تکس ویو دفترچه تلفنه، من همون خط اولش یه آیدی بذارم، مثلا میذارم TV دفترچه تلفن DF DT یعنی. خب حالا میخوام بگم که پایین اون بیاد، در نتیجه اینجا باید بهش بگم که بیلو پایین تیوی دیتی. خب اینجا قرار گرفته، من این مارجین تاپ بهش بدم، مارجین تاپ مثلا بذارم 10 dp و ببینیم چطوری شده. تا اینجا قرار گرفت مثلا بذاریم رو 20 dp، مارجین تاپش رو بذاریم 20 dp. و کار بعدی که باید انجام بدیم اینه که این SRCA رو هم مشخص بکنیم. به دیزاین میرم و اینجا خواهم یه عکسی بهش اعمال بکنم. مثلا برای گزارش گیری میتونیم از کلندر مثلا استفاده بکنیم، یا مثلا منو رو بذارم. این مثلا آیتم خوبی میتونه باشه، همینو بذاریم. پس این رو هم اینجا قرار دادیم. حالا باید تکس ویو بذاریم پایینش. میتونیم حالا اینو خود فاصلش بیشتر باشه، دیگه دست خودمونه. یه گزارشات هم میخوام پایین قرار بدم، یه تکس ویو هست. در نتیجه برمیگردم، تکس ویوی که داریم عنوانش رو میذارم گزارشات. مسلما چون یک کلمه ای میشه، شاید یه خورده محل فاصله هاش میزون نباشه. گزارشات ببینیم کجا قرار گرفت. خب باید تنظیم بشه، بنابراین بیام پایین. خب اینجا گفته که الاین پرنت رایت ترو باشه، مارجین رایتش 55، و دیگه بیلو رو گفته که زیر آی بی سند باشه. میگم نه، میخوام زیر آی بی ریپورت باشه. خب میاد زیر آی بی ریپورت، همونطوری که میبینید یه خورده باید بیاد به این سمت. انتخابش میکنم، 55 فکر کنم 65 بشه، مارجین رایتش باید کم بیشتر بشه. خب خوبه، انجام شد. این رو هم اینجا قرار دادیم. حالا یه آیتم دیگه هم برای خروج قرار میدیم و قسمت طراحی رو تکمیلش میکنیم. خب برای قرار دادن دکمه خروج یا آیکون خروج در اینجا، ما باید مجدد اون مفاهیمی که قبلا داشتیم رو هم اینجا به کار ببریم. در نتیجه من این ایمیج باتن و این تکس ویو رو باز کپی میکنم و اینجا ازش میخوام استفاده بکنم، کنترل وی. خب اینو مثلا میذارم ایمیج باتن اگزیت، و حالا باید بگم که کجا قرار بگیره. پایین این تکس ویو باید باشه که ارسال پیام هست، پس باید برم واسه این ارسال پیام من یک آیدی بذارم. مثلا آیدی میذارم به اسم تیوی ارسال پیام. برمیگردم به انتها که اینجا هست، الاین پرنت رایتش ترو باشه، میگیم که الاین پرنت لفتش ترو باشه که بیاد این سمت، و مارجین لفتش باشه 65، مارجین تاپش 20 باشه خوبه، و اینجا بکگراندش که میخوایم همین باشه، پدینگش 8 باشه، فیت ایکس وای باشه، و SRCA رو هم باید تنظیم بکنیم ببینیم تا حالا چجوریه. خب این مارجینش اعمال نشده ظاهرا، مارجین لفت مگه نداشت؟ خب الان اعمال شد. خب مارجین لفتش اعمال شده. حالا فقط باید عکسش رو تغییر بدیم. انتخابش میکنم، به دیزاین میرم، برای عکس مثلا میخوام برای خروج باشه دیگه، مثلا پاور آف رو بزنم، برای خروج مناسبه. خب این رو هم انتخاب کردم. یه تکس ویو هم پایین باید قرار بگیره. برای تکس ویو متنش رو میذارم خروج، و باید حالا بقیه تنظیماتش رو انجام بدیم. میگه که پایین چی باشه؟ میگم پایین
این exit باشه و الان parent leftش true باشه، margin leftش 65 باشه و text color که مناسبه. ببینیم چه جوری شده. فکر کنم یه خورده باید margin leftش رو بیشتر بکنیم، مثلا میکنیمش 70. خب ببینیم به چه صورت خوب شده. فقط اینجا SRCش رو چرا هاور آف، آها اینو یادم رفته بود. خب باشه مشکلی نیست، من همینو کپی میکنم، کنترل C و کنترل V. حالا اسپلیت رو بزنیم، حالا درست. خب این طراحیش تموم شد. خب بعد از اینکه ما آیکون های صفحه اصلی اپلیکیشنمون رو ایجاد کردیم، باید بگیم که روی هر کدوم از اینها وقتی کلیک شد چه اتفاقی بیفته. به عنوان مثال من قصد دارم که از دفترچه تلفن شروع بکنم. اول تمام اکتیویتی هایی که مورد نیاز هست برای دفترچه تلفن رو طراحی میکنم، بعد کدش رو مینویسیم، بعد بحث دفترچه تلفن رو تموم میکنیم، بعد ادامه میدیم برای هر کدوم از این آیکون ها کارش رو انجام میدیم. خب برای دفترچه تلفن ما نیاز داریم که وقتی که روش کلیک شد لیست گروه ها رو نشون بده و وقتی که کاربر روی هر گروه کلیک کرد یا تاچ کرد لیست اعضای این گروه رو نشون بده. بنابراین باید ما یه لیستی داشته باشیم توی اکتیویتی بعدی که لیست گروه ها رو نشون بده و در این لیست یک دکمه یا یک آیکونی قرار بدیم که کاربر بتونه گروه جدید رو اضافه بکنه یا مثلا اون گروه رو ویرایش بکنه. برای این منظور ما نیاز داریم که یه اکتیویتی جدید بسازیم که لیست رو داشته باشه. لیست ها به طور کلی برای اینکه ایجاد بشن باید اول یک سطر لیست رو ما طراحی بکنیم، بعد که اون سطر رو طراحی کردیم بگیم که این سطر مربوط به فلان لیست هست و روی کل لیست ها مربوط به اون اکتیویتی اعمال میشه. خب پس من اول میرم که یک سطر از لیست مربوط به گروه ها رو نشون بدم. میخوام توی اون سطر یک تکست ویو قرار بدم که اسم گروه رو نشون بده و پایینش هم میخوام یک تکست ویو باشه که تعداد اعضای گروه رو نشون بده. مثلا بگه که گروه مثلا دوستان تعداد اعضا مثلا 25 نفر، گروه همکاران تعداد اعضا مثلا 30 نفر و غیره. برای این کار من در اپلیکیشنم وارد قسمت ریسورس میشم و گزینه لی‌آوت رو انتخاب میکنم. توی گزینه لی‌آوت اگر من راست کلیک بکنم نیو، میتونم یک لی‌آوت ریسورس فایل اضافه بکنم. خب اسم این لی‌آوت ریسورس فایل رو من میذارم رو لیست. باید حواسمون باشه که همه حروف باید با حروف کوچیک باشه. خب این رو لیستی که ما اینجا ایجاد کردیم توی لی‌آوتمون باید حالا تنظیماتش رو انجام بدیم. من میرم توی قسمت اسپلیت برای اینکه بهتر دیده بشه. خب توی قسمت اسپلیت اول اینکه باید این حالتش رو تغییر بدیم. حالتش رو من میذارم رو ریلیتیو لی اوت که طراحی راحت‌تری داشته باشم. و توی این ریلیتیو لی اوت همونطوری که میبینید ما دو تا مقدار داریم، یکی ویدث و هایت هست که مربوط به این ریلیتیو لی اوت هست که جفتشون رو گذاشته رو مچ پرنت که ما میگیم رو همین بمونه. فقط یک مارجینی بهش بدیم که یک فاصله ای داشته باشه. اسم این مارجین بهش میدم مارجین مثلا 10 دی پی که از دورش یه فاصله ای داشته باشه. خب درون این ریلیتیو لی اوت ما یک تکست ویو قرار میدیم که محتویات این تکست ویو قراره اسم گروه رو نشون بده. خب میگه که ویدثش چی باشه، میگم رپ کانتنت و رپ کانت و یه مارجین لفت باز بهش میدم مارجین لفت و میذارم مثلا 10 دی پی و یه آیدی بهش میدم که چون باید توی برنامه ازش استفاده بکنم اسمشو میذارم رونیم. رونیم رو با یه آندرلاین جدا میکنم و مثلا یه تکست بهش میدم که ببینیم کجا هست فعلا. مثلا تکستشو میذارم رونیم. خب میبینید که به چه شکلی هست و کجا هست، مشخصه دیگه، داریم اینجا رو نگاه میکنیم. حالا در ادامه تکست سایدشو تغییر میدم، مثلا میذارم 18 SP یا یکم بیشترش بکنیم، بذاریم 24 SP و تکست استایلش رو بذاریم بولد باشه به همون شکلی که میبینید.
یه مارجین رایت هم بهش بدیم، مثلا به اندازه 5 دی پی مارجین رایت داشته باشه از سمت راستش، و همینطور مارجین لفت هم بهش بدیم. یکم بیشتر کنیم مارجین ها رو. مارجین لفت قبلا بهش دادم، مارجین لفت اینجا قبلا بهش، مثلا یکم اینو بیشترش بکنیم، مثلا میکنم 40، اینم به این شکل باشه. خب و اینو میبندم. یه تکسوی هم میخوام بگم پایین این باشه، در نتیجه یه تکسوی اضافه میکنم، این رو هم میذارم روی رپ کانتنت و رپ کانتنت، یه آیدی بهش میدم، مثلا اینو میذاریم رو نامبر و میگیم که پایین رو نیم باشه. یک تکست هم بهش بدیم که مشخص بشه، مثلا میذارم همین رو نامبر که دیده بشه. خب مشخصه. مارجین لفت و رایتش رو یکم بیشتر از اون میذاریم. مارجین رایت مثلا میذارم 50 دی پی و مارجین لفت رو هم میذاریم 50 دی پی به این صورت. خب میخوام کنار اینا یه دونه ابزار عکس قرار بدم، یه ایمیج قرار بدم که وقتی روش کلیک شد یه منوی باز بشه و مثلا گزینه‌های ویرایش و حذف توی اون منو باشه. در نتیجه من ایمیج باتن قرار میدم. این ایمیج باتن، خب این رپ کانتنت و رپ کانتنته، اما میتونیم حالا ببینیم خروجی چه شکلی میشه، میتونیم اینو مقدارش رو مثلا مشخص کنیم. بعد میگم که سمت راست باشه، الان پرنت رایت ترو، و از پایینم خواهم بهش بگم الان باتنش با رو نامبر هم تراز بشه. رو نامبر این رو نیمه، آهان جفتشون رو نیمه. اینجا باید ما این روش رو استفاده نمی کردیم. مساویه آیدی رو می نویسم، کلاس آیدی، بعد بهش میگم رو نامبر. اینجا درست میشه و اینم الان باتمش با این هم تراز میشه. خب تا اینجا درست شد. کار بعدی که باید انجام بدیم اینه که یه بک‌گراندی براش در نظر میتونیم بگیریم و اول براش SRC Compat رو تعریف بکنیم. بریم توی انتخابش میکنم، SRC Compat، SRC رو دکمهش میزنم، مثلا پلی رو ببینیم. آها اینو میخوام باشه، اینو میخوام قرار بدم، بعد 90 درجه بچرخونم رو به پایین بشه، وقت میشه شبیه یک آیکونی که نشون میده منوی بازشو هست دیگه. بعد خود کوچیکترش بکنیم، تنظیماتش اعمال بشه به این شکل. حالا اینو میخوام میخورده تغییرش بدم، بک‌گراندش هم تغییر میدیم، بریم توی اسپلیت تا اینجا به این شکله. خب پس اینم انجام شد. حالا بگیم که یه بک‌گراند بهش بدیم، مثلا بک‌گراند آیکون سرکل رو بهش بدیم. چجوری میشه؟ خوبه. باید یه پدینگ باید بهش بدیم که بهترش. یه پدینگ 8 دی پی بهش میدیم و به این صورت شد. علاوه بر این یه اسکیل تایپ هم بهش میدیم که وسط باشه، سنتر باشه. خب حالا میگم اینو بچرخونم، روتیشن براش میذارم، روتیشنشو میذارم 90. خب به این شکل شد. این رو به پایین دیگه نشون میده که اگر کاربر روش کلیک کرد میره رو به پایین. خب این رو هم طراحیش کردیم. حالا میخوام این شکلی که میبینید به صورت ما این بک‌گراندشو یه خورده تغییر بدیم، زیاد به این نمیخوره. بک‌گراند بگیم که اصلا تو درایبل نباشه، کالر باشه، اندروید کالر. خب به این صورت باشه فکر کنم بهتره. خیلی خوب. میتونیم حالا اینو به شکل دایره در بیاریم. برای اینکه اینو به شکل دایره در بیاریم بریم تنظیمش رو انجام بدیم. تو درایبل آیکون سرکل رو باز میکنم، خب این رو کپی میکنم و یک جدید میسازم، اسم اینو میذارم بی جی منو، بک‌گراند منو، بی جی منو. اوکی. خب اینو کنترل وی، فقط رنگش رو دیگه کالر پرایمری نباشه. خب به این صورت. خب بریم ببینیم که اعمال میشه. برم توی لی اوت رو لیست و اینجا برای این بگم که
درایبل بی جی منو. خب آره این بهتر به این شکل باشه. حالا میتونیم خورده این زخامت اینو هم کم کنی، بذاریم دو. خب حالا بریم توی رو لیستمون و خروجی به این صورت شده. حالا میخوام بیام لیست رو تعریف بکنم، باید ابزار لیست ویو رو جداگونه توی لیات دیگه ای ایجاد کنم. خب بعد از اینکه من اومدم یک سطر لیست رو طراحی کردم، حالا میرم یه لیات جدید میسازم، میگم که توی این لیات جدیدی که ساختم قراره که کل لیست رو نمایش بدم. برای منظور من از پراجکت، اپ و ریسورس لیات یک لیات جدید میسازم و اسم این لیات رو مثلا میذارم کانتنت، کانتنت مین، که حالا اینجا نوشته که کانسرن لیات، ما میتونیم بذاریم ریلیتیو لیات که دیگه اون سمت نریم، مستقیم باز تغییرش بدیم. خب این ریلیتیو لیاتش اینجا آماده میشه، میرم تو اسپلیت. خب اینجا قصد دارم که به این ریلیتیو لیاتی که ساختیم که به این شکل هست یک سری تنظیماتی رو اعمال بکنیم. مثلا میخوام بهش بگم که یک تونه لیست ویو توش قرار بده. خب لیست ویوی که قرار میدیم به اندازه رپ کانتنت و رپ کانتنت باشه و ای آیدی باید حتما بهش بدین که این آیدی رو مثلا من اسمش رو میذارم مین لیست، چون میخوام اولین اکتیویتی که میسازم بعد از این، یا بذاریم مین لیست خوبه و به همین صورت. این لیستی که ساختیم به این شکل میشه. حالا میتونیم مارجین این هم بهش بدیم، مارجین بهش بدیم، مارجین کلی بهش بدیم 10 دیپی که یه خورده فاصله از دورش بگیره که ظاهر بهتری داشته باشه. خب اینم تکمیلش کردیم. حالا برای ادامه کار میرم یک دونه اکتیویتی میسازم که برای درست کردن یه اکتیویتی جدید به این صورت عمل میکنیم که از پراجکت روی اپلیکیشن رو راست کلیک میکنیم، نیو و اکتیویتی. خب اکتیویتی که میخوام قرار بدم، میخوام یه دکمه هم داشته باشه، یه سری امکانات هم روش باشه. در نتیجه من بیسیک اکتیویتی رو انتخاب میکنم و اسم این رو هم میذارم مین گروپ. پس میشه اکتیویتی مین گروپ که مشخصه که مربوط به گروه های ما هست. فینیش رو میزنم تا ایجاد بشه. خب صبر میکنم تا تنظیمات اعمال بشه تو اپلیکیشنم. اینجا دارم میبینم که تنظیمات اعمال بشه. خب تنظیمات اعمال شد. بعد از این من وارد قسمت طراحی میشم. همونطوری که میبینید یه دکمه اینجا داره و ظاهر متفاوتی داره نسبت به empty activity. خب از این دکمه استفاده کنم، مثلا برای اضافه کردن یه گروه جدید از این دکمه استفاده بشه. من برای اینکه بخوام از main group استفاده کنم به طوری که از content main توش استفاده بشه، باید برم توی حالت split. اینجا مشاهده میکنید و حالا برم به قسمت کد که بهتر ببینم. floating action button منظور همون دکمه بود که در موردش صحبت کردیم. زیر این floating action button من از عبارت include استفاده میکنم و می‌نویسم include layout. خب layouti که میخوام بهش بگم content maine و بهش میگم که از این layout میخوام استفاده بکنم توی برنامه. پس باید اینو انجام بدیم تا اعمال بشه در برنامه. حالا بریم توی content main ببینیم که اعمال شده اینجا. خب اینجا من این خط رو هم توی content main اضافه میکنم که showin هست و میخوام بگم که از activity main group استفاده بشه. خب برنامه رو اجرا میکنیم با هم تا ببینیم که به چه صورتی اعمال میشه. خب من ماشین مجازیم رو اجرا گرفتم، حالا ران رو میزنم تا اجرا بشه برنامه. خب همونطوری که میبینید برنامه اینجا اجرا شده. حالا میخوام روش کلیک بکنم و به من اکتیویتی مربوط به گروه ها رو نشون بده. در نتیجه توی اکتیویتی اصلی میرم، اکتیویتی اصلی مین اکتیویتی هست و اینجا میگم که وقتی که روی دکمه کلیک شد یه اتفاقی بیفته. برای اینکه بگم وقتی رو دکمه کلیک شد، باید اول بگم که اون ایمیج باتن رو برام تعریف کن، مثلا IMGBTN تعریفش میکنم و میگم که این IMGBTN ما مقدارش در مین تلبوک بود دیگه
و این IMGPTN زمانی که روش کلیک میشه set on click listener دومی، میگیم که وقتی که روش کلیک میشه چه اتفاقی بیفته. خب برای اینکه بگیم که بره به یک اکتیویتی دیگه از intent استفاده میکنیم، بعد شیء از نوع intent هست که داریم تعریف میکنیم intent، و بعد بهش بگیم که آدرس مبدا و مقصد چی. آدرس